پس از اعمال فشار و محدودیت‌ها علیه مسلمانان اویغور از سوی حکومت چین در ایالت سینکیانگ، اکنون گزارش‌ها نشان می‌دهد که سایر اقوام مسلمان این کشور نیز با فشار شدید روبرو هستند. به گزارش شیعه ویز، به نقل از فعالان حقوق بشری، حکومت چین در ادامه تلاش‌ها برای تحت فشار قرار دادن مسلمانان اویغور، اقدامات ضد اسلامی خود را که مقابله با افرادگرایی می‌خواند به نقاط دیگر چین گسترش داده است. اکنون مسلمانان نجات هوی با فشار و آزار حکومتی روبرو شدند. فعالیت 80% از امامان مساجد ایالت هنان که از جداد هوی هستند ممنوع شده و بقیه آنها تحت آموزش های عقیدتی هستند. مدارس مسلمانان در ایالت های یوننان، هنان و نینگزیا تعطیل شدند و این شبیه به وضعیتی است که در سال 2015 برای مسلمانان سینکیانگ به وجود آمده بود. فعالیت گسترده برای حذف همه نشانه های اسلامی و عربی از جمله تخریب گنبد مساجد و ممنوعیت پوشیدن لباس های زنانه عربی در سراسر چین جریان یافته و اکنون هنان کانون این اسلام زدایی است. به نظر می رسد مقامات چین با توجه به تجربه اسلام زدایی در ایالت سینکیانگ هر گونه نشانه ای از اقدامات خود در ایالت های دیگر را مخفی می کنند تا هیچ گونه مدرکی در این باره وجود نداشته باشد.